پزشک تبریزی که حکم اعدامش توسط خلخالی صادر شده بود اما به اجرا در نیامد. بهار سال 1358 در اوایل پیروزی انقلاب، شیخ صادق خلخالی حکم اعدام دکتر شیخ الاسلام زاده وزیر بهداشت حکومت شاه را صادر کرد. دکتر شجاع‌الدین شیخ الاسلام زاده متولد تبریز و متخصص ارتوپدی از آمریکا بود. اولین حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی وزیر بهداری دولت امیرعباس هویدا را همچون رئیس او مفسد فی‌الارض شناخت و حکم به اعدام او داد. اما اندک زمانی بعدتر جای خود را به آیت الله محمد محمدی گیلانی داد که حکم را از اعدام به حبس ابد تقلیل می دهد. به اضافه مصادره تمامی اموال و موظف به تبابت رایگان می شود. وی پایه‌گذار پروتز اندامی، الزام تمام بیمارستان ها به دایر کردن بخش اورژانس، بیمه تأمین اجتماعی با تعرفه 90% تخفیف، واگذاری آمبولانس های مجهز به واحد های درمانی شهرها و حتی دهستان ها از ابتکارات وی در زمان تصدیگری وزارت بهداشت می باشد. از خاطرات دکتر شیخ الاسلام زاده: روزی در مطب نشسته بودم که دیدم مرد میان سال و محترمی وارد شد، اما به جای اینکه از دردی بنالد به چهره من نگریست و گفت آقای دکتر مرا نمی شناسید؟ پاسخ دادم چشمان من کم سو شده است، اما پرسو هم بود، چون شمار بیماران زیاد است نمی توانم به خاطر بسپارم. گفت بنویسید، زیاد بنویسید، ولو 3 روز طول بکشد. ناگهان به یاد آوردم او یکی از همان انقلابیونی است که مرا در زندان اوین در اختیار داشتند و پس از اینکه حکم اعدام من جدی شده بود به صورت غیر مستقیم به من می فهماند اگر 2-3 روز بگذرد ممکن است حاکم شرع جدیدی بیاید. همین اتفاق هم افتاد و با آمدن حاجی گیلانی حکم تغییر کرد و من اعدام نشدم. دکتر شیخ آنگاه از او می پرسد که چرا این کار را کردی و چرا دوست نداشتی من اعدام شوم، در حالی که آن روزها شور انقلابی و اعدام خواهی همه جا را گرفته بود و مرا دزد و خائن می دانستند. پاسخ داد من در یکی از روستاهای آذربایجان سرباز بودم. نامزدم به دیدار من می آمد. در راه اتوبوس آنها تصادف می کند. وقتی رسیدم گفتند خوشبختانه آمبولانس مجهزی حاضر بود و او را برد و آن زن که اکنون همسر من و مادر فرزندان من است نجات یافت. آن مرد می گوید وقتی پرسیدم در این جای دور افتاده آمبولانس از کجا آمد، پاسخ دادند دکتر شیخ به تبریز زادگاه خود آمده بود و در راه بازگشت در اینجا توقف کرد و وقتی دید هیچ امکاناتی نداریم با هزینه خود این آمبولانس را اهدا کرد. شما همسر مرا نجات دادی و من احساس دین می کردم، اما نمی توانستم مانع اجرای حکم شرع شوم. فقط می دانستم حاکم شرع دیگری می آید و خوشبختانه پیش بینی من درست بود و بی آنکه هیچ صحبتی با ایشان شده باشد خودشان در بررسی دوباره حکم اعدام را به حبس ابد تغییر دادند. همچنین روزی محمدی گیلانی و همسر و پسرش تصادف می کنند. پسر در دم می میرد، اما گیلانی و همسرش توسط جراح معروف زندان اوین نجات پیدا می کنند. این بار محمدی گیلانی دستور عفو دکتر شیخ الاسلام را از امام خمینی می گیرد. دکتر آزاد می شود
و منشأ خدمات دیگر همچون نمایندگی بیمارستان‌های خصوصی و ترجمه تعرفه پزشکی می شود و لقب پدر ارتوپدی ایران را می گیرد. سرانجام در سال 1393 دکتر شیخ الاسلام زاده در سن 83 سالگی دار فانی را وداع می گوید. لایک کردن شما باعث می شه این محتوا در اختیار افراد بیشتری قرار بگیره. سپاس از همراهیتون.